20 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده است. اما بسیاری از کودکان بر اثر آنچه که این روزها بزرگترها در دنیا به وجود آوردند، حال و روز خوشی ندارند. تدروس آدهانوم میگوید 45 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر جهان، یعنی از هر 15 نفر یک نفر، به طور خطرناکی لاغر بوده و از کاهش شدید وزن رنج میبرند. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، با ما همراه هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله و خدمت همه بینندگان دارم. آقای دکتر، در گزارش رئیس سازمان بهداشت جهانی از ضعف ایمنی بدن بر اثر سوء تغذیه و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های چون اسهال و ذات‌ریه سخن گفته شد. بفرمایید چگونه این اتفاق برای این دسته از کودکان رخ میده؟ بله، همچنان که در گزارش آمد، سوء تغذیه عامل اصلی مرگومیر در نزد اطفال و در نزد کودکان هست. چون سوء تغذیه زمان است که رژیم غذایی فرد مواد مغذی کافی با تعادل مناسب برای تأمین سلامت مطلوب فراهم نکند و به مخاطر است که پیش این اطفال کاهش وزن به وجود می آید، کاهش اشتها به وجود می آید، خستگی به وجود می آید، کمبود انرژی و از دست دادن توده عضلانی به وجود می آید. و این زمان است که مواد مغذی کافی وقتی میگم نمی رسن، معنایش کیست که پروتین ها های مختلف بدن نمیرسه بر اثر کمبود مواد غذایی و مواد معدنی مختلف نمیرسه، ویتامین های مختلف نمیرسه، اکثر چیزهای یک مشکلاتی وقتی به وجود آمد، سوء تغذیه به وجود میاد و سوء تغذیه زمینه را متعاقد میکنه بر دو تا بیماری بسیار شایع که همچنان که فرمودین، یک ذات‌الریه هست و یک اسهالات. ذات‌الریه و اسهالات تا زمانی که بیزش و زمینه اصلیش که سوء تغذیه هست در این موارد درمان نشود، برطرف نشود، این سوء تغذیه و اسهالات درمان نمیشه. بنابراین وقتی ما میشنویم که سالانه حدود 1 میلیون کودک در سراسر جهان جان خود به خاطر سوء تغذیه از دست میدن، این یک خبر عجیبی نیست. چون سوء تغذیه یک چنین زمینه ای است در مرگ و میر. راهکار پیشگیری از این گونه بیماری ها و در صورت بروز این بیماری ها، راه معالجه آنها با توجه به امکانات کم این دست از خانواده چه می باشد؟ بفرمایید. یک برای پیشگیری از بیماری سوء تغذیه، که سوء تغذیه خود یک بیماری نیست، بلکه یعنی زمین اساس است برای بسیاری از بیماری ها، برای پیشگیریش باید تغذیه کافی صورت بگیرد، غذای سالم در دسترس خانواده ها قرار بگیرد، فقر بیکسان شود، از درآمد خانواده ها به اندازه کافی باشه که تغذیه سالم در کودکان فراهم شود. برای معالجه سوء تغذیه لازم است که تمام مواد تغذیه کننده فراهم شود و بیماری هایی که به وجود آمده در مراکز مجهز درمان شود و کمبود ویتامین ها باید جبران شود، کمبود پروتئین جبران شود و همچنین کودکان در یک فضای سالم روحی روانی هم قرار بگیره، که البته یک از فاکتورهای پایین آمدن تغذیه هم همین است. بله، سازمان های امدادگر و حقوق بشر چه امکانات و داروهای اولیه‌ای برای کاهش مرگ و میر این دست از کودکان بایستی به خانواده های آنان برسانند؟ بفرمایید. سازمان های امدادگر و حقوق بشری آنچه که برای مهار سوء تغذیه در سطح جامعه انجام میدن و مرسوم است، عبارت از پخش و نشر و در دسترس قرار دادن کپسول های دارای ویتامین ای هست و همچنین بسته های مواد مغذی هست که برای کودکان داده میشه.
مادر افغانستان هم شاهدش بوده. متاسفانه این خیلی کافی نیست و همچنین متاسف عرض بکنم که این سازمان ها قدرت بالاتر از این ندارن، مثلا نمیتونن اینا جنگ را مهار بکنن، خشونت را مهار بکنن، تبعیض را مهار بکنن، اشتغال زایی بکنن تا این مشکل ریشه‌ای حل شود. اگر ریشه‌ای حل نشود ما همچنان سالانه شاهد مرگومیر میلیونی کودکان در سطح جهان خواهیم بود بر اثر سوء تغذیه. سپاسگزارم از شما های دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل با ما همراه بودند.